درود بر شما. به باخبر شبانه ایران شهر خوش آمدید. امروز 15 تیر ماه 2582 ایرانی بود و ششم از ماه جولای 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار شبانگاهی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب در این تنها بخش از باخبر به یک سری وقایع و حوادث در چند روز گذشته خواهیم پرداخت که همگی در راستای پایان گلوبالیسم و ایجاد بلوک‌های غرب و شرق جدید هست و در عمل حرکت دنیا به سمت یک رویارویی بسیار بزرگ است که از داخل این تغییرات بزرگ و گسترده بیرون خواهد آمد، از جمله اینکه جایگاه عربستان سعودی و ایران در آینده تغییر خواهد کرد و عوض خواهد شد. یعنی این دوتا جاشون رو سویچ میکنن، عربستان و جایگاهی که برای غرب داشت تبدیل میشه به ایران و جایگاه ایران که بود طی این چند و چند سال گذشته تبدیل میشه به جایگاه جدید و نقش جدید عربستان و کل عرب. به نظر من چهارشنبه 14 تیر ماه خبر میگه تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش خارجی در خلیج فارس. نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ایران در ساعت‌های اولیه این روز تلاش کرده دو نفتکش را در نزدیکی تنگی هرمز توقیف کند و به روی یکی از آنها آتش گشوده است، یعنی شلیک کردن به یک نفتکش. بر اساس این گزارش شناورهای دریایی ایران بعد از آنکه نیروی دریایی آمریکا به سیگنال اضطراری یک نفتکش پاسخ داد عقب نشینی کردند و دو کشتی تجاری به راه خود ادامه دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شرکت آمبری که در زمینه اطلاعات دریایی و دریانوردی خدمات ارائه می کند نوشت که نفتکش دوم متعلق به مالک یونانی و با پرچم باهاما حامل نفت خامی است که از امارات متحده عربی به مقصد سنگاپور ادامه می یابد. خب رژیم بارها این حرکت ها رو طی ماه‌های گذشته انجام داده. تمامی اهداف کشتی ها و محمول های نفتی هستند که متعلق به شرکت های غربی و به خصوص آمریکایی هستند، یعنی پرچم باهاما، شرکت یونانی، اینا همه غربی هستند. گرچه نفت مثلا کویت، امارات یا عربستان رو حمل میکنن ولی فرقی نمیکنه، مالک نفت و کشتی ها شرکت های غربی هستند. چه اتفاق داره میفته اینجا؟ رژیم داره تلاش میکنه که به کلی صدور انرژی از خلیج فارس به کشورهای غربی رو متوقف بکنه و همه این حرکت ها در جهت پیشبرد اهداف چین هست، با همکاری کامل اعراب هست و روسیه و فرماندهی کامل و دستورات کلی رو چین این وسط صادر میکنه. خب جالب اینجاست که رژیم برای اینکه بتونه یه جوری سرپوش روی این داستان بذاره، یک روز بعد اومده یک داستان کاملا جدید سرهم کرده برای این دزدی‌های دریایی که داره انجام میده. 15 تیر ماه خبر میگه خبرگزاری رسمی ایران از صدور حکم جلب قضایی برای کشتی آمریکایی خبر داد. یک روز بعد از انتشار خبری درباره تلاش ناکام جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش، خبرگزاری رسمی ایران از صدور حکم جلب برای یکی از آنها خبر داد. خبرگزاری ایران روز پنجشنبه 15 تیر ماه مدعی شد که حکم جلب قضایی برای نفتکش ریچموند ویجر به خاطر برخورد با یک شناور ایرانی صادر شده است. اما ادعای برخورد نفتکش آمریکایی متعلق به شرکت شفران و اخطار ناو نیروی دریایی در حالی است که روز گذشته جمهوری اسلامی گزارش ناوگان پنجم نیروی دریایی در رابطه با تلاش نافرجام برای توقیف دو نفتکش را از اساس رد کرده بود. یعنی اول اینا میان میخوان بدزدن، تیراندازی میکنن، بعد نمیتونن، از ترس نیروهای آمریکایی فرار میکنن، بعدم جمهوری اسلامی به کلی اصلا اینا از اساس رد میکنه همه اتفاقات. بعد میبینن که تمام تصاویر نظامی و همه اسناد منتشر شده، میان حکم جلب صادر میکنن. این توف سربالاست به خودی خود. اما این اتفاقات در مورد چیه؟ ببینید همونطور که میدونید الان کل این داستان گلوبالیسم به انتهای خودش داره نزدیک میشه، یعنی در فرایند تمام شدنه. هنوز تمام نمیشه، یه چیزی که 70 سال در جریان بوده با یه سال دو سال تمام نمیشه، حداقل یک دهه زمان میبره برای تغییر رویه جدید در اداره جهان و تعیین نظم جدید جهانی برای دنیا. این ناامنی که داره ایجاد میشه برای چیه؟ برای اینکه در ابتدا به ساکن انرژی غرب و به خصوص آمریکا با کلوپ جدیده، چون
گلوبالیسم جهانی ممکنه به پایان رسیده باشه. یعنی آمریکایی‌ها دیگه علاقه ندارن از عرب‌ها نفت بخرن با اینا کاری داشته باشن. مثلا در سال‌های گذشته بن سلمان که روی کار اومد، این عرب‌ها و بعضی از این میشه گفت سلاطین مسلمان در شرق جهان که با پول آمریکا میلیاردها شدن، از جمله مثلا سلطان برونئی و اینا، اینها شروع کردن در آمریکا خریدن کلوب‌های بازی، هتل و چیزایی که بتونه براشون محبوبیت جلب بکنه. این نتیجه معکوس داشت. مثلا کسایی که تو زمینای گلف بن سلمان بازی میکردن بهشون توهین میشد و اینا گذاشتن کنار اینا رو. این جواب نداد. عرب ها و دیگران دیدن که نه، اینطوری جواب نمیده. ما هیچ رقمه به دهن آمریکایی خوش نمیشیم و شیرین نمیشیم، چون اول آخر یه مش آدم عقب موندن، یعنی به هر حال این چیزی هستن که هستن. اما تمام این پیشرفتی که دارن هم به پول آمریکا متکی بود، هم به گلوبالیزم آمریکا، یعنی هر چی که اینا نیاز داشتن وارد می‌کردن، از غذا بگیر تا از ساخت و ساز و گروه‌های ساختمانی و تمام چیزایی که حتی کعبه رو که ساختن آمریکایی‌ها کانادایی‌ها ساختن اینو. یعنی همه کشورهای غربی و شرکت‌های غربی اونم کعبه رو بازسازی کردن. این چیز عجیب و غریبی که می‌بینید، یک بتکده بزرگی در جهانه، این ساخت آمریکایی‌هاست، شرکت‌های آمریکایی، منتها با پول کلون نفت. بنابراین عرب ها دیدن نمیتونن هیچ رقمه بسازن با آمریکا. آمریکایی هم دیگه علاقه ندارن با عرب کاری داشته باشن. اما عرب نیاز دارن به این مدل امرار معاش، یعنی نفت بدن جاش غذا، تکنولوژی، امکانات، کارگر مثل برده بیارن و ازش کار بکشن. بنابراین ناچارن برن سراغ یک قدرت دیگه. اون قدرتی که اینا روش حساب کردن چینه، که یک اشتباه بزرگ و تاریخی است به نظر من. اما هیچ راه دیگه ای هم ندارن عرب. مثلا بن سلمان در مورد تغییر رویه چیکار کرد؟ اومد به جای که بره تو آمریکا کلوب بزنه و اینا، تمام این داستان آورد تو خود عربستان. الان شما می‌بینید 20 میلیارد دلار برای یکی دو سال آینده فقط برای فوتبال در عربستان سرمایه‌گذاری شده. بزرگترین ستاره‌ها رو سعی کردن بیاره، از جمله کریستیانو رونالدو مثلا. من الان زیاد فوتبالی نیستم راغب، چه بخوام، چون هم غم بزرگتری کل ایران دارم، اما می‌دونم رونالدو کیه، حداقل اینقدر می‌دونم. همینطور هر روز یه ستاره جدید فوتبال داره میره عربستان، اونم تو تیمایی که اصلا واقعا واقعا مسخره است. فکر کنیم مثلا این تیما بزرگترین بازیکنان دنیا برن اینجا بازی بکنن. لیگی اونجا ساخته نمیشه، یک لیگ نمایشیه، هیچ کس رو قانع نخواهد کرد. و این تلاش های بیهوده ای که بن سلمان داره انجام میده و در جایی من خواهم پرداخت چگونه تفکر بن سلمان سقوط میکنه و غرق میشه در خلیج فارس در حالی که در آتش هم داره میسوزه. اما پیوستن به چین فقط اینطور نیستش که شما با چین سرکار داشته باشید. چین هم مثل آمریکا کلوب جدیدی ساخته. آمریکا کلوبش چیه؟ در حال حاضر کلوب آمریکا یک کلوب بسیار اختصاصیه. یعنی شما اینجوری نیستش که فقط بیای قبول بکنی که با آمریکا روابط داشته باشی، بعد آمریکا هم بیاد تمام این دستگاه بسیار گرون قیمت نظامیش رو اختصاص بده که امنیت انرژی رو برای شما تامین بکنه یا امنیت رفت و آمد در اقیانوس‌ها و آب‌های جهان رو. نه، خیلی بیشتر از اینو باید امتیاز بدیم. در حال حاضر این کلوب جدید چند تا عضو بیشتر نداره. یکی آمریکا خودشه، یکی کانادا و مکزیکه، که وارد شدن اینها در این کلوب جدید با پیمان نفتای 2 که دونالد ترامپ نفتای 1 رو کنسل کرد و کنار گذاشت و یک پیمان سختگیرانه‌تر برای مکزیک و کانادا وضع کرد که هر دو سریع اینو قبول کردن به خاطر اینکه میدونن بهترین چیز براشون همین همکاری در این کلوب جدیده. به جز اون تنها کشوری که این رو واقعا در زمان دونالد ترامپ پذیرفت و در زمان جو بایدن هم اومد نخست وزیر ژاپن این رو تایید کرد، ژاپن بود. ژاپن هم بسیار پیمانی سخت گیرانه تر بسته با آمریکا و از همین الان وارد کلوب شده. اعضای دیگه که دارن وارد میشن، استرالیا به شدت نزدیک، اروپایی‌ها اصلا معلوم نیست تکلیفشون چیه، همینجوری من به شما بگم. به خاطر اینکه اروپایی‌ها داشتن یه قدرتی می‌ساختن به نام اتحادیه اروپا. این اتحادیه اروپا الان معلوم شده که به خودی خود توانه حفظ خودش رو نداره و اتحادیه اروپا هم تا حد زیادی هم روی دشمنان خودش مثل روسیه حساب میکرده و هم روی گلوبالیزم آمریکایی که الان دورش داره به اتمام میرسه حساب میکرده. بنابراین روی اینم نمیشه حساب کرد. الان اروپایی‌ها اصلا موضعشون مشخص نیست، دارن تلاش میکنن که مواضع قدیمی رو حفظ بکنن مثل فرانسه، مثل آلمان و دیگران. اما تغییر خواهد کرد این. به زودی تا یک سال دیگه، شاید دو سال دیگه، نهایتاً اینها هم به زانو در میان و ناچار میشن برای پیوستن به کلوب جدید آمریکا شرایط بسیار سختری از گذشته رو بپذیرن. مثلا فرانسه که خیلی قدقد میکنه این وسط، اگر یادتون باشه در زمان ترامپ اصلا به درگیری شدید خورد با ترامپ. اگر به یاد بیارید بینشون
یک جنگ مالیاتی را افتاد که ترامپ سر شرابای فرانسوی مالیات می‌بست، فرانسه سر کمپانی‌های تکنولوژیکی آمریکایی مالیات می‌بست. یکی این مالیات، یکی اون مالیات، درگیری بالا گرفته بود. و اگر به یاد داشته باشین عکسای در اومد که در اون دیداری که دونالد ترامپ داشت از اتحادیه اروپا، اروپایی‌ها همه‌شون دور ترامپ رو گرفته بودن، جوری که ازش طلبکار بودن. و ترامپ اومده بود که پایان گلوبالیسم رو اعلام بکنه به اینها. و اون زمان اینها حاضر نبودن قبول بکنن، الان هم هنوز کاملا قبول نکردن، ولی سر عقل خواهن اومد. بنابراین شرایط اینه. عرب الان رفتن سمت کلوپی که چین داره میسازه، که روسیه زیر مجموعه اونه، رژیم اسلامیه، و تمام عرب الان به این پیوستن. تا جایی که الان عربستان سعودی برای تأمین کامل منافع سیاسی چین و روسیه، نه فقط منافع انرژی، بلکه منافع سیاسی چین و روسیه در بلند مدت، داره همکاری هایی میکنه در کاهش تولید نفت با روسیه که در بخش های بعدی بهش خواهم پرداخت، نه در این بخش، و در این حال با رژیم هم داره کارایی میکنه. مثلا همین کشتی ربایی هایی که داره اتفاق میفته، شما میبینید که درسته که نفت عربستان و کویت و امارات داره دزدیده میشه از طرف رژیم اسلامی، اما اینا هیچی نمیگن. نه تنها هیچی نمیگن که مدام وزیر خارجه رژیم با عربستان صحبت میکنه، مدام روابط بین وزیر خارجه عربستان با رژیم اسلامی زیاد شده، با امارات زیاد شده، با صحبت اینکه با مصر ما روابط عادی بکنیم. و در تمام این بلاک شرقی که چین داره میسوزه، ضعیفترین جایگاه و ضعیفترین موضع رو رژیم اسلامی داره، تا جایی که منابع ایران رو دیگه نمیتونه ازش حفاظت بکنه و داره میده بره، که در بخش‌های دیگه دوباره باید به این موضوع بپردازیم، چون این بخش بسیار بزرگه. آمریکا متوجه شده که هنوز چون گلوبالیسمش به پایان نرسیده، کاری که باید بکنه که دست و پا شکسته این رو ادامه بده. به خصوص دولت بایدن چون هیچ موفقیت خارجی در زمینه سیاست خارجی نداشته، شروع کرد قبل از انتخابات یه سری سفیر فرستادن، یه سری گفتگو اینا، که همه اینا با شکست مواجه شده. حدود یه هفته پیش آنتونی بلینکن رو فرستاد جو بایدن به خاورمیانه که دیکتوار بگه که آقا اسرائیل با عربستان سعودی باید صلح بکنن. به نظر ما این ممکنه و باید الان بیاد امضا بکنه. چند روز بعدش مواضع اسرائیل به کلی تغییر کرد در این مورد، چون اسرائیل با مسائل عملی روبروه. یعنی اسرائیل داره میبینه که آقا کل اعراب دارن محاصرهش میکنن، اعراب همگی رفتن با بزرگترین دشمنش، یعنی رژیم اسلامی و سپاه قدس، که تمام اموال ملت ایران دزدیده گذاشته در راه تروریسم و ایران ستیزی و ایران فروشی، همه با این عملا متحد شدن. بنابراین اسرائیل نمیتونه به خاطر خوش آمده مثلا این رئیس جمهور و اون رئیس جمهور در آمریکا بیاد سیاست های غیر واقع بینانه اتخاذ بکنه. اما کجا سفر و سیاست گذاری آنتونی بلینکن و جو بایدن به کلی شکست خورد؟ پس از مسافرت آنتونی بلینکن به چین بود. رفت چین، گفتش که ما فقط سر این به توافق رسیدیم که این گفتگوها رو ادامه بدیم. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد اتفاقی افتاد این بود که قرار بود جوزف بورل هم پس از سفر آنتونی بلینکن به چین بره اونجا، یه مقدار دهن اونا رو شیرین بکنه، یه مقدار تلاش بکنه که جورای نقشه های چین رو که الان بهش خواهم پرداخت و داره اینا رو به خاک سیاه میشونه و هیچ چاره اینا نخواهند داشت که یک تصمیم قاطع در مورد این بگیرن و تصمیم عملی بگیرن، میخواست بره چنین دیداری انجام بده. چینی ها از طرف خودشون اعلام کردن که آقا جوزف بورل نیا، لطفا نیاز نیست بیای. این معنی شکست سفر جوزف بورل نیست، این معنی شکست سفر آنتونی بلینکنه. چرا؟ چون اینا میخواستن برن سیاست هایی که دولت بایدن و اتحادیه اروپا اتخاذ کرده بود اونجا نرم بکنن و جلو ببرن. بنابراین همونطور که میبینید کلن سیاست خارجی دولت بایدن در مورد تشکیل این بلوک شرق به کلی به هم پاشیده و از بین رفته. در این حال داریم میبینید اتحادهای عجیب و غریب، مثلا عضویت رژیم در پیمان شانگهای با عجله تایید شد. حتی هندوستان هم از این استقبال کرده. دلیل چیه؟ هندوستان هم دیگه کاری با آمریکا نداره. الان هندوستان از زمان دونالد ترامپ کار خاصی با آمریکا نداره. در زمان دونالد ترامپ، ایاتون باشه، ترامپ که سفر کرد به هندوستان، تنها صحبت که اونجا شد اون وسط این بود که یه سری هلیکوپتر از آمریکا فروخته بشه به هندوستان. همین. هیچ همکاری جدیدی، پیمان جدیدی، چی بسته نشد و هیچ پیشرفتی در کار نبود، به خاطر اینکه گلوبالیسم آمریکایی دیگه تموم شده. اگه آمریکا نیست اینجا دیگه، بنابراین کاری ما دیگه نداریم. کلوپ جدید آمریکا برای کشورها و ملت‌هایی که تمام تلاش و انرژیشون رو در این جهت میذارن که کشوری پیشرفته و متمدن بشن. هندوستان هرگز نمیتونه کشوری پیشرفته و متمدن بشه. یعنی هندوستان شما
فرهنگ پایه کشور اگه نگاه بکنید اصلا اجازه نمیده. تمام داستان به این فرهنگ‌های پایه‌ای مربوطه. ما چرا به ایران امید داریم؟ چون فرهنگ پایه‌مون تشیع نیست. تشیع نقطه مقابل فرهنگ و تمدن ایرانه. برای همینه که الان داریم می‌بینیم میهن پرستی در اوج شکوفاییه و مردم به شدت به این سمت حرکت می‌کنن به خاطر اینکه نتیجه میهن پرستی ایرانی پیشرفت و توسعه خواهد و به راحتی ما در کمترین زمان پیوند خواهیم خورد به بالاترین کلوب‌های جهانی. اما هندی‌ها، اعراب، چینی‌ها، روس‌ها هرگز نمیتونن جز این باشن. چون پایه‌های تمدنیشون اصلا اجازه نمیده. عرب‌ها هیچ وقت نمیتونن از چنگ اسلام فرار بکنن. هرگز. این پایه خواهد بود. برای همین که انقدر ناامیدن از کلوب جدید آمریکا. ژاپنی‌ها حتی فاصله داشتن قدری با این موضوع. اما الان اگه دقت کرده باشین در ژاپن شروع شده از حدودش 10 سال پیش بسیاری از قوانین ژاپن که برای خودشون پذیرفته بود در فرهنگ خودشون بود از زمان سامورایی تا به امروز آورده بودن اینا رو بازبینی کردن و دارن تغییرات میدن در قوانینشون. این فقط برای نجات ژاپنه، برای اینکه در کلوپ آمریکا باقی بمونه و این حیاتی برای ژاپنیا. استرالیایی که تعریفشون معلومه، کانادایی‌ها که معلومه، مکزیکی‌ها که هرچی آمریکایی بگن چشم میگن، یعنی اینا تکلیف همشون معلومه. فقط موندن اروپایی‌ها که اینها هم به زودی تکلیف خودشون رو معلوم خواهند کردن و هیچ رای ندارن جز اینکه بپیوندن به آمریکا. یعنی در واقع یک بلاک قوی خواهیم داشت در غرب که بسیار بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهد بود. یه بلاک دیگه هم خواهیم داشت در شرق که این بلاک نهایتاً هیچ شانسی نداره و تا 20 سال آینده این کشورها که به این پیوستن تبدیل به جهنم خواهد شد زندگیشون. اما ما ایرانی‌ها این وسط تنها ملتی هستیم که میتونیم بگریزیم از این داستان و خودمون رو نجات بدیم. اما در مورد این داستان که در مورد این کشتی ربایی ها و این سیاست گذاری ها و صحبت های اعراب و همکارشون با روسیه چه اتفاقی داره میفته؟ برای جمع‌بندی باید بگم که کل این داستان زیر سر چینه. چین بازیگردان کل این داستانه. تمامی این کشورها نگاهشون به چینه. اینها گلوبالیسم آمریکایی رو، تمام اون تکنولوژی رو، الان مدل ارزونتر و پایینتر و آشغالتر و عقب موندترش رو از چین توقع دارن. چین میگه آقا من هر چی بخوای براتون میسازم. فقط انرژی منو تامین بکنید، سیاست‌های منو قبول بکنید، با من باشید. در این کلوپ من باشید. من شما رو تامین می‌کنم. من جای آمریکا رو پر می‌کنم. اتفاقاتی که در خلیج فارس داره می‌افته، این کشتی ربایی‌های نام، تمامی اینها عربستان، امارات، قطر، کویت، حالا قطر شاید کمتر ولی کویت و بقیه کشورهای عربی هم درش همکاری دارن، هم به خوبی ازش اطلاع دارن. برای همین اینها در این اتفاقات کاملاً ساکتن و نظاره‌گرن. اما لازم بدونید که این فقط و فقط به خاطر منافع چینه. بنابراین همونطور که میبینید تمام این بازیگردان داستان الان در این ور دنیا چین هستش. داستان آمریکایی‌ها چیه در این منطقه؟ آمریکایی‌ها شروع کردن به روندی که به پایان گلوبالیسم آمریکایی منجر خواهد شد. پایان 7 دهه تجارت آزاد در جهان زیر سایه نیروی دریایی ارتش آمریکا. آمریکایی‌ها متوجه شدن که این دیگه به دردشون نمیخوره. یا یک کلوپ کاملا جدید و بسیار اختصاصی نیاز دارن یا اینکه کلا باید داستانو بذارن کنار. اینکه کلا این داستانو بذارن کنار الان آمریکایی‌ها میدونن که ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به راحتی شاید الان بیش از 60-70% انرژی جهان رو چین قبضه کرده در خاورمیانه. از نفت بگید، گاز بگید و خیلی منابع معدنی دیگه بگید. الان رژیم به کلی در اختیار چینه و برده چینه. روسیه به کلی زیر چتر چین قرار گرفته و امیدش در آینده فقط به چینه. عربستان هم که داستانشو به شما گفتم و عرب هم که گفتم، اینا همگی بزرگترین تولید کننده انرژی در جهان هستن. آمریکا گرچه تولید داخلی انرژیش بالاست، اما آمریکا دوستای دیگه هم داره در جهان. همین الان در کلوپ اختصاصی ژاپن نیاز داره به این انرژی، استرالیا نیاز داره به این انرژی. اصلا مهمتر اعضای آینده این کلوپ اروپایی‌ها هست و نیستشون به این داستان مربوطه. بنابراین این کلوپ جدیدی که داره شکل میگیره تمام شده نیست داستان. غربی ها هیچ راهی ندارن، هیچ راهی ندارن به جز اینکه بخشی از این منابع رو از استعمار چین خارج بکنن. چین الان دست گوشه رو همه چی، اما اونم میدونه، همونطور که من به شما بارها گفتم، یکی از مهمترین مسائلی که در جنگ شما باید مد نظر قرار بدید چیه؟ اینکه اگر شما بخوای یک تپه رو تسخیر بکنید، باید دو تا تپه رو تسخیر بکنید، که اگر مجبور به عقب نشینی شدید، به یک تپه عقب نشینی بکنید، به تپه اول، و اون تپه رو نگه دارید و حفظ بکنید. کاری که چین داره میکنه اینه. چین دست گذاشته رو همه چی. چین دست گذاشته رو روسیه، ایران و تمام اعراب.
امکان نداره بتونه همه رو حفظ بکنه. یکی رو حداقل یا بیشتر رو باید بده. در کل این داستان تنها جایی که پایگاه ملی و مردمی داره که میتونه این تغییر رو از درون انجام بده، حتی بدون اینکه آمریکا وارد جنگی بزرگ و مستقیم بشه، کشور ایران. و این صف‌کشی و قدکشی اعراب که اصلا دیگه تقریبا مثلا با آوردن بشار اسد این وسط داستان، آوردن تمام این کشورهای نخاله به اتحادیه عرب، موضع خودشون رو به خوبی روشن کردن برای دنیای غرب که ما با شما آبمون توی جوب نخواهد رفت. دیر یا زود شما شاهد خواهید بود که مقامات آمریکایی، نه صرفا دولت‌های آمریکا، بلکه مقامات در کنگره، سنا، همینطور در کشورهای اروپایی اعلام خواهند کرد که دیگه عربستان دوست و همپیمان ما نیست. عربستان به چین پیوسته، به روسیه پیوسته و باید موضع جدید در برابر اون در پیش بگیریم. با این روند این اتفاق قطعا خواهد افتاد. اما خوشبختانه ایران هم پایه تمدنش اجازه خواهد داد که از این خاورمیانه‌ای بودن مثل اسرائیل. اسرائیل کشور خاورمیانه نیست، تو خاورمیانه است ولی خاورمیانه اداره نمیشه. مدرن، پیشرفته و انسانی اداره میشه. خوشبختانه کشور ایران در بطن تمدنی خودش، نه بطن اسلامی، نه بگیم آقا صفوی، نمیدونم این یکی امپراتور، نه صوفیگری، نه شیعه‌گری، هیچ کدوم از اینا نه. بطن تمدنی خودش، آنچه که چیزی به نام ایران رو ساخته، 100% با پیشرفته ترین کلوپ جهان منطبق خواهد بود. به مرور ابعاد این تمدن رو که به شما بگم اغلب ایرانیان از اون بی اطلاع هستن، اما خودشون بخشی از اون هستن چه بخوان چه نخوان، رو برای شما در ایران شهر روشن خواهیم کرد. امیدوارم برنامه امشب رو پسندیده باشید. تا با خبر بعدی، بدرود.